در مکزیک فقر بیداد می کند و یکی از راه های امرار معاش پیوستن به کارتل های مواد مخدر است. گروه هایی که از هروئین گرفته تا کوکائین، شیشه و ماریجوانا به آمریکا قاچاق می کنند و برای رسیدن به خواسته های خود از آدمکشی هیچ ابایی ندارند. به همین دلیل مدت هاست دولت های آمریکا و مکزیک به اصطلاح به جنگ مواد مخدر رفتند تا جلوی یاغیگری کارتل ها را بگیرند. جنگی خونین که تا به حال ادامه دارد. با این اوصاف حالا مکزیک یک قدم به قانونی کردن ماریجوانا نزدیک تر شده. چهارشنبه 20 اسفند اکثر نمایندگان مجلس مکزیک به قانونی شدن خرید و مصرف تفریحی ماریجوانا رأی دادند. لایحه‌ای که اگر مجلس سنا هم به آن رأی دهد، پس از کانادا و اوروگوئه مکزیک را تبدیل به سومین کشوری می‌کند که ماریجوانا در آن قانونی شده. مکزیکی‌ها خواهند توانست آزادانه ماریجوانا بکشند و با اجازه دولت چند گیاه در خانه داشته باشند. تولید کننده های عمده مانند کشاورزان هم می توانند با کسب پروانه کار محصولشان را پرورش دهند و بفروشند. البته بعضی در مکزیک معتقدند این قانون باید فراتر از چیزی که هست برود. اگر این قانون از کسانی که بیش از همه در جنگ با قاچاق مواد مخدر آسیب دیدن حمایت نکنه، هیچ جنبه حقوق بشری نداره. این قانون در راستای ایجاد صلح نیست و خسارات قربانیان رو جبران نمی کنه. بعضی هم از آن استقبال می کنند. این بازار مال قاچاقچی هست. اما اگه ماریجوانا قانونی باشه، به نظر من کمی از خشونت کارتل ها کاسته میشه. این در حالی است که سال گذشته دبیرخانه امنیت ملی مکزیک در گزارشی اعلام کرده بود در سال 2019 نزدیک به 35,000 نفر در این کشور به قتل رسیدند. بیشتر میزان از سال 97 میلادی، اکثرا مرتبط با خشونت کارتل ها. در کشوری که گروه های خلافکار و قاچاقچی ها قوانین خود را دارند و برای یک مشت دلار دست به هر کاری میزنند، وضع چنین قانونی گامی است نخست برای درآوردن بازاری پرمنفعت از چنگال کارتل ها و اداره آن زیر نظر دولت. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.